خب رفقا، من راهی شدم برای یه سفر دیگه. قراره برم دبی چند روزی، فقط هم قصدم استراحت این سری و این شاید اولین ولاگ من یا ویدیو بلاگ من باشه که دارم میگیرم. میدونید که من سبک من نبوده هیچ وقت. میخوام اگر بشه این ولاگ رو هم یکم متفاوت‌تر بگیرم، به دردتون بخوره یه سری جاها دیگه. دبی یه جایی که همتون بالاخره سفر کردین و خیلی چیزاشو میدونید. من شاید از یه نگاه دیگه‌ای بخوام این سفر رو برای شما به نمایش بذارم که امیدوارم که شما هم حال بکنید با این سبک ویدیو من. اگر حال بکنید بازم میتونم تو سفرهای دیگه هم این قضیه رو ادامه بدم. استاد این داستان ویدیو این شکلی درست کردن البته پاشاست، ولی به هر حال من تو راه فرودگاهم دارم میرم و سعی میکنم اون چیزی که باحال رو بهتون خلاصه در مورد این سفر توضیح بدم. برو بریم دبی. رسیدیم کم کم به فرودگاه. نکته‌ای که وجود داره اینه که خونه من خیلی به فرودگاه نزدیکه، بوده 10 دقیقه فاصله داره و منطقی تر واسه من اینه که ماشین رو بیارم تو این 5 روزی که نیستم ماشین توی پارکینگ اینجا بمونه و بعد دوباره با ماشین خودم برگردم. برای این کار کافیه که آبونه بشید اینجا که بتونید در واقع رقم کمتری پرداخت بکنید. اینم گیت ورودی فرودگاه استانبول و بریم. بعد از 12-13 سال دبی، من سال 2009-2010 دبی زندگی میکردم و دیگه از اون موقع نرفتم. هر کی رفته میگه خیلی عوض شده. بریم ببینیم دنیا دست کیه تو دبی و یه مقایسه بکنیم با زندگی تو استانبول بعد از این همه سال. نکته ای که هست اینه که شما توی فرودگاه وقتی این تیکت رو میگیرید بعدا میتونید برید بارکدش رو بزنید و توی اپلیکیشن خود فرودگاه میتونید آبونه بشید، 10% هم میتونید تخفیف بگیرید اگه از تو اپلیکیشن این کار بکنید و ماشینتون رو بذارید. میتونید پکیج بخرید 4 روزه 7 روزه یا هر پکیجی که بسته طول مسافرتتون شما احتیاج دارید. خب ماشین رو هم پارک کردم، برای 7 روزم پرداختیشو انجام دادم. در واقع من 5 روز بیشتر نیستم ولی 4 و 7 روزه داره توی پارکینگ که من 7 روزه رو انتخاب کردم. بوده 850 لیر فکر کنم بعد بدید برای این 7 روزی که ماشینتون تو اتوپارک باشه. بریم به سمت ترمینال و سوار شدن هواپیما و یه سری اطلاعات جالب در مورد هواپیما هم اگر شد این وسط ها بهتون میدم. خیلی چاکریم. وسط ورودی بعد از گیت یه دونه بنز EQS SUV گذاشتن و این نشون میده که ماشین الکتریکی روز به روز داره گسترده تر میشه. جایی لگو استور باشه و من نباشم مگه میشه؟ به به، پاسپورت لگو را آوردم برام ببینم که دبی مهر میزنن برامون یا نه. ببین تو هم یه نگاهی بندازیم. فراری من، همه چیزای من دیگه، اینجوری بهتون بگم. ستونم این بیرون ببینیم. چقدر میتونه عجیب باشه که وقتی داری استوری ها رو نگاه میکنی ببینی استوری از رفیقت توی صف فلای دوبای همون پروازی که میخوای بری هست. 20 سال یه بار این اتفاق میفته. یعنی 20 سال یه بار هم اتفاق نمیفته در قسمت آقا سجاد هستی. خیلی چاکری. ما که همسفرمون رو پیدا کردیم، داشتیم تنها میرفتیم سفر ولی همسفرمون رو ما پیدا کردیم. یه ویلاگ 2 نفری شده. داریم میریم سواره هواپیما بشیم. چیزی که از دور میبینم فکر کنم بوینگ 737 باید باشه. بریم جلوتر ببینیم درست حد زدم یا نه. بله بوینگ 737. چیزی که از اینجا ببینم شیشه ها خیلی کثیف. با اموسج، اموسج بریم. چه حالی داد اموسج دیدیم ات اینجا. همونجوری که حد زدم از دور بوینگ 737 مکس و هواپیمای خیلی خوبی هم هست. 737 مکس سری جدید 737 هست. وینگلت هاشو میبینید از دور که تو این سری مکس تغییراتی هم کرده و حالا دیگه خیلی تخصصیش نکنیم قضیه رو دیگه، ولی هواپیما رو براتون درست حد زدم. اونورم یه دونه 777-200 میبینید که اون 777-200 یکی از قولترین هواپیما هاست. ببینید موتور اون 777 که اونجا دارید میبینید تقریبا اندازه بدنه هواپیمایی هست که ما توش نشستیم از لحاظ قطر و
این خیلی داستان عجیبیه. سعی میکنم عکسش رو الان این تیکه تصویر براتون بذارم. فکر کنم که بعد از 10 سال این اولین باریه که من از روی آسمون ایران رد بشم. قراره یعنی رد بشم و حس عجیبیه. این پرواز از جنوب غربی ایران عبور میکنه و میره دبی و برای من خیلی حس عجیبیه. من 10 سال ایران نیومدم و 10 سالی که از روی آسمون ایران هم رد نشدم حتی. الان تقریبا نیم ساعته که تو صفه تیک آف هستیم. خیلی شلوغه، فرودگاه هم شلوغ بود، باندم بسیار شلوغه و همینجوری تو صف هواپیما وایساده برای تیک آف. تقریبا تا الان که نیم ساعت تاخیر داشتیم، ولی برای من که جذابه چون همش هواپیما و تیک آف و لندینگ میبینم و کیف میکنم. داره غروب میشه کم کم. رسیدم به دبی و متاسفانه همون اول یه ترمینال تخمی ما افتاده بود، شبیه سوریه بود تو دبی بعد از 13 سال. فعلا یه پوینت منفی برای دبی تا بریم ببینیم که فردا پوینت های مثبت زیاد میشه. نه شوخی میکنم، ولی بالاخره شانسی بود دیگه. ما رسیدیم دبی. خب سلام بهتون از روز اول دبی. دیشب که دیگه دیر بود حساب نمیشد، روز اول حساب نمیشد. دارم میرم الان ماشین بگیرم، داستان ماشین رو بهتون میگم. وقتی گرفتم منطقه گریک هاربر، بریم ببینیم که چه خبر است و روز اول دبی چجوری میگذره بعد از 13 سال نبودن دبی. اوضاع احوال چجور است؟ روز اول که ظاهرا داره خوب شروع میشه. بچهای دومینو رنتکار زحمت کشیدن، رضای عزیز این بنز C300 رو به من دادن که تو این مدت دست من باشه. دم ایرانیا گرم، همه هوای همدیگه رو همه جا دارن. بریم ببینیم بعد از تجربه یه ماه الکتریک سواری دوباره برگردیم رو بنز، ببینیم چی کار میکنیم دبی با این. خیلی چاکریم، بریم شروع کنیم دبی بازیو. ماشین رو گرفتیم اومدیم گریک هاربر که به صبحونه بزنیم و منم هنرجو دارم، یه هنرجو گرفتم توی مدت که اینجا هستم، همینجا منتظرش میمونم و بعدم میریم سراغ تهیه یه ویدیوی بسیار زیبا. از اون دورم که برج خلیفه دیده میشه، ولی خیلی در گرد و غبار، خیلی کلیر و شفاف نیست کلا. ولی خب اینجا فعلا جای خوشگلیه به نظر من نسبت به بقیه جایی که از صبح دیدم. گریک هاربر اینا اصلا 13 سال پیش اگه اشتباه نکنم گریک هاربری وجود نداشت. ستون صدفم بهش زحمت دادیم، داره کلا همراهی میکنه من و همه جا رو به من نشون میده و خلاصه که اینجا جذاب است نسبت به بقیه جا. ماریناتور دیگه اینجا، سریات و احتمال شخصی هم باید باشه. ته این سفر میخوام یه جنبندی هم بکنم از تفاوت هایی که بعد از این همه سال با استانبول میتونم حس بکنم براتون. خب اومدیم نکست دور، اینجا قراره که غذا بزنیم و هنرجمون هم بگیم اینجا بیاد. بریم بالا ببینیم با حال اینجا خوشگله. یکی از کارهایی که من بعد از این ویدیو میخوام انجام بدم، یعنی انتهای همین ویدیو انجام میدم، اینه که یه مقایسه‌ای بکنم با زندگی استانبول اینجا رو. خب من یه مدت اینجا زندگی کردم، خیلی چیزا عوض شده، ولی میخوام مقایسه کنم با 10 سال زندگی استانبول. هم شاید به درد خیلیاتون بخوره، خیلیاتون این سوالا رو دارید، حالا میخواد ببینید موو کنید دبی استانبول و بتونید یه تصمیم گیری بکنید. سعی میکنم یه برآیند کلی از همه چی داشته باشم، از رستوران بگیر تا رانندگی، ماشین، فرهنگ، برخورد مردم و همه چی. فکر کنم جالب باشه.